رضا طالبی، تحلیلگر مسائل بین المللی از استانبول با ماست. آقای طالبی، به نظر میاد که ترکیه یک نبردگاهی شده بین سرویس های اطلاعاتی ایران و اسرائیل. بله، همونطور هم که شما گفتید، خب در این چند سال اخیر جدای از حول محور مسئله هستی ایران که بین دو کشور درگیری ها و کشمکش ها رو میبینیم، به نوعی کشورهای سوم هم در این مسئله دخیل بودند. خب سالهای سال بود که این دو کشور در کشورهای سوم به ویژه کشورهای خاورمیانه عملیات هایی رو به صورت خفیف علیه همدیگر انجام میدادن، ولی به صورت مشهود ما میبینیم در این سالهای اخیر در ترکیه و آذربایجان مسئله مجادلات استخباراتی و اطلاعاتی بین این دو کشور زیاد شده و کشور های سوم رو هم دخیل کرده. آنچه که امروز منتشر شد در روزنامه صباح، علارغم اینکه هیچ تایید و یا عدم تاییدی از سوی مقامات ترکیه رو مشاهده نبودیم، حتی وزارت خارجه هم تا این لحظه که من نگاه کردم در مورد این مسئله اعلام واکنش نکرده و حتی مقامات اسرائیلی هم اعلام واکنش نکردن، مسئله بسیار عجیب هست. اونچه که گفته میشه، فردی به نام آقای سلجوق کوچوکایا 5 بار به خارج از کشور میره و در مرحله پنجم با عوامل موساد، البته با رابطه فردی به نام سرکان ازدمیر که قبلا عضو ارتش ترکیه و وابسته به گروه فتو یا فتو الله گلم بوده، با اون ارتباط میگیره و پس از اون وقتی که وارد کشور میشه، یک شرکت ایرانی و 23 نفر رو اطلاعاتش رو به عوامل سازمان اطلاعاتی موساد میده. در این عملیاتی که نزدیکاً 1.5 سال اینها رصد شدن، 11 نفر و بعضا تا 15 نفر هم گفته میشه، اخبار زد و نقیص هست که 2 نفر از اونها فراری هستن و تحت تعقیب هستن. البته 1.5 ماه گذشته دستیار و یا مشاور همین آقای کوچوکایا به نام آقای کوش تسگیر شده بود و پس از اون بود که عملیات به صورت مشهود انجام شد. آنچه که مشخص است، در سالهای گذشته به ویژه پس از سوء قصد به توریست های اسرائیلی در استانبول و همچنین مبارزه با فعالیت موساد در قالب ارتباطاتی که با 23 شرکت کارآگاهی داشت در اواخر سال 2022 و همچنین در 2021، ما شاهد دستگیری تعدادی از عرب اسرائیلی هایی بودیم که تابعیت اسرائیلی داشتن و در قالب دانشجو برای موساد فعالیت می‌کردند. جدای از این مسئله و همچنین مسئله آقای داوود یلماس، اون قاضی که با ایران همکاری می‌کرد و دستگیر شده بود، که همه اینها به نوعی به صورت فشرده در این ماه‌های اخیر رخ داده و دادگاه‌هاشون هم اجرا شده. مشخصا در این روند و در این فرایند ما باید منتظر باشیم که مقامات دو کشور چه واکنشی رو خواهند داشت، چون بعضا در برخی از رسانه‌های ترکیه گفته میشه که این مسئله شاید اصلا وجود خارجی نداشته باشه و هنوز تاییدی از سوی مقامات و یا رسانه‌های آگاه و معتبر در این زمینه انجام نشد. ممنونم از شما رضا طالبی، تحلیلگر مسائل بین‌المللی از استانبول.